بسم الله الرحمن الرحيم. بدان که قرآن خواندن فضیل ترین عبادت است، خواسته در نماز راست ایستاده خواندن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بهترین عبادتی امتی من قرآن خواندن است. هر کی را نعمت قرآن خواندن نصیب کرده باشد، پندارد که هیچ کسی را خداوند امثال او نعمتی نصیب نکرده است. روزی قیامت بنده مؤمن را هیچ شفاعت کننده ای از قرآن اولاتر نیست، نه پیغمبرمون و نه فرشتگان دیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم باز در جای دیگر می فرمایند دلها زنگال می گیرند مثل آهن و زدوده کردن و تازه کردن آن و تلاوت قرآن و یادآوری مرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من از دنیا رحلت می نمایم، ولی برای شما دو چیز را واعظ گذاشتم که همیشه شما را پند می دهند، یکی گویا و دیگری خاموش. واعظی گویا قرآن است و واعظی خاموشی مرگ است. احمد ابن حنبل می گوید از خداوند پرسیدم که بندگان به کدام واسطه به تو نزدیک می شوند. گفت به واسطه قرآن خواندن. گفتم اگر معنایش را فهم نکنند چی؟ گفت باک نیست، باید دانست که مقصود از قرآن خواندن به گفته او عمل کردن است. هر کی قرآن خواند و به گفته آن عمل نکند، مستحقیق سزاواری مشقت و عذاب و عقوبت می گردد. علی رضی الله می گوید هر کی قرآن خواند، هر کی قرآن در نماز خواند، به هر یک حرفی خوانده اش به او صد حسنه نیکی، به یک حرفی خوانده اش به او صد حسنه نیکی نویسند. اگر نشسته در نماز خواند به او 50 حسنه نویسند. اگر در غیر نماز خواند 25 حسنه، و اگر به طهارت قرآن خواند او را 10 نیکی نویسند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلام میگویند قرآن بخوانید و در خواندن قرآن گریه کنید. قرآن را با آوازی خوش و شیرینی خونید. قرآن هر قدر خوش خوانده شود همان قدر به انسان تأثیر میگذارد. باید که قرآن را عزیز و مقدس داشت، چون که او کلامی خداوند است. بدانید که با چنین مشقت و عذابها خداوند برای ما قرآن را چنان راه آسان خواندنش را فهمانده است. چرا پند نمیگیرید؟ خوش به حال کسانی که در دنیا قرآن میخوانند و آن را حفظ میکنند. خوشا بر حال آنها. خداوند همه ما را هدایت نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.